دوستان گرامی، درود بر شما. من جلال ایجادی و برنامه ما درباره جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران هست. این برنامه با هدف انتشار نگاه‌های گوناگون از جانب شخصیت‌های مختلفی هست که در درون این اپوزیسیون 42 ساله نقش ایفا کردند. هر کدوم از این میهمانان گرامی کسانی هستند که در درون حرکت‌های گوناگون، احزاب گوناگون، جنبش‌ها و یا تجربه‌های گوناگون شرکت داشته و برای نقطه نظراتی که مطرح می‌کنن، نقطه نظرات شخصی این شخصیت‌ها هست و بنابراین آنچه که برای ما اهمیت دارد این هست که ببینیم نگاه چنین شخصیت‌هایی به بخشی از تاریخ معاصر ایران، تاریخ معاصر سیاسی ایران چگونه است. قضاوت با همه بینندگان خواهد بود. آنچه که ما هدف داریم، هدف در واقع نگاه کردن به گوشه‌هایی از این تاریخ و انتقال پرسش و پاسخ‌ها به کسانی که می‌خواهند بهش توجه بکنن و همچنین برای تاریخ ایران است. بنابراین برنامه‌ای که امروز در نظر داریم یکی از برنامه‌های مهم این سلسله گفتارها هست، زیرا همطور که می‌دانید مجموعه گرایش‌های گوناگون در درون اپوزیسیون ایران تا به امروز یک بخش از اونها و پس از امروز هم باز بخش دیگه‌ای که هنوز نیامدن مهمان ما خواهند بود. امروز مهمان عزیزی داریم، جناب آقای ابوالحسن بنی صدر، که همه شما ایشون رو می‌شناسید. ایشون سیاستمدار، اقتصاددان و اولین رئیس جمهور ایران، یکی از بازیگران سیاسی مهم ایران در پیش از انقلاب و پس از انقلاب اسلامی تا به امروز. چرا آقای بنی صدر میهمان ما هستند؟ زیرا تجربه های او و نقش مستقیم او در رویدادهای گوناگون سیاسی در و همچنین نقش ایشون در اپوزیسیون کنونی ایران بسیار قابل توجه بوده. آقای بنی صدر مانند میهمانان ما این امر رو پذیرفتن و از این ایشون کمال تشکر رو دارم که به پرسش های ما پاسخ بدن. البته پرسش های متعددی هست، زیادی هست، ولی هم به هر حال امیدوارم که بتوانیم فرصت این رو داشته باشیم که در دو برنامه مستقل به هر حال به مطالب گوناگون پرداخته بشه. و به هر حال آنچه که برای ما مهم هست اینه که من کوتاه بکنم سخن رو و به ویژه بنابراین سخن رو برای بحثمون باز بکنیم و نقطه نظرات جناب آقای ابوالحسن بنی صدر رو بشنویم. قبل از اینکه پرسشا بپردازم، جناب آقای ابوالحسن بنی صدر، از اینکه پذیرفتید و در این برنامه شرکت کردید بسیار بسیار متشکر هستم از شما. بله، بسیار متشکرم از اینکه دعوت کردید. اما دو سه نکته میخواهم بگویم. اولا اینکه من اپوزیسیون نیستم، یعنی خودم رو با رژیم استبدادی تعریف نمی کنم. بگویم من ضد اون هستم. من یک مرامی دارم که پایه و اساسش استقلال و آزادی است و برای اینکه جامعه مستقل و آزاد داشته باشیم مبارزه میکنم. سیاست مدار هم نیستم، یک مبارز سیاسی بودم و هستم. چون سیاست مدار کسی خود رو در رابطه با قدرت تعریف میکنه، من خود رو در رابطه با قدرت تعریف نمیکنم. همونطور که گفتم در رابطه با استقلال و آزادی تعریف. و مسئله سوم این که تاریخ باید اونجور که واقع شده گفته بشود، وگرنه هیچ سودی برای شنونده این بحث ها، سوال و جواب ها یا خواننده این نوشته هایی که می نوشته می شود نخواهد داشت. امیدوارم که این گفتگوی ما بر همین سیاق جریان پیدا کنه و ما تاریخ رو اونجور که هست بلکه به نسل امروز منتقل کنیم. بله، خیلی متشکرم برای توضیحاتی که دادید و اتفاقا هم این نقطه نظر ما هم نیز هست که
تاریخ آنچنان که اتفاق افتاد باید مجددا نگاه بشه. به تبع تفاصیل گوناگونی هر کسی از این تاریخ خواهد داشت، ولیکن تاریخ سازی یا جعل تاریخ نباید کرد، بلکه رویدادهای واقعی رو باید منعکس کرد. و بنابراین به هر حال نظر شما به من اجازه میده که به اولین پرسش خودم بپردازم و اون این هست. آقای بنی صدر عزیز، امروز پس از 42 سال انقلاب اسلامی به رهبری آیت الله خمینی رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟ ماهیت انقلاب چه بود؟ اهدافش چه بود از نظر شما؟ عرض کنم که انقلاب ایران این که بگیم یک آقای خمینی بود و یک رهبری کرد و یک انقلابی واقع شد همچیزی نیست. لازمه که انقلاب چیزی نیست که یک سال و دو ساله آماده بشه انجام میگیره. یک تاریخ داره. انقلاب ایران دنباله دو جنبش همگانی است. مشروطه است، ملی کردن نفت و کودتا است، بعد دنبالش تا این تدارک شده و زمینش آماده شده. و من یادم است که الان اون کتاب در حال چاپه. در زندان در سال 1342 ما شبی که در با دانشجویان در زندان بودیم بحث از انقلاب می‌کردیم و من اونجا گفتم که انقلاب هدیه نسل جوان ایران به ایران کهن است. بحث پیش آمد که این انقلاب رو نسل ما خواهد کرد یا نسل آینده خواهد کرد. گفتم نه، نسل ما خواهد کرد. شیوه روش انقلاب را هم اونجا توضیح داده شده که جنبش همگانی است. پس لاقل از سال 42 یک کسانی در ایجاد این جنبش کوشش داشتن، این جنبش همگانی. از بگیم سه گرایش عمده تاریخی ایران، گرایش دینی، گرایش ملی، گرایش چپ در تدارک این جنبش بودن. تا در 1357 این به نتیجه رسیده است. خب هدفهاش کدام بوده؟ آقای خمینی در نوفلشاتو از 20 هدفی که بهشون پیشنهاد شد 19 هدف رو خطاب جهانیان از طریق وسایل ارتباط جمعی بر زبان آورده. یکیشو نگفت، اون هم عفو عمومی. گفت این رو میریم ایران میبینیم که آیا امکانش هست نیست. ولی 19 تا دیگر گفت: استقلال، آزادی، حقوق انسان، دموکراسی، حتی تأکید بر این که دموکراسی ما پیشرفته تر از غرب خواهد بود، برای اینکه اصل بر مشارکت عموم مردم در اداره خیش امور خیش خواهد بود، ولایت با جمهور مردم خواهد بود، زنان در پوشش آزادن، حقوق برابر با مردان دارن، روحانیان در دولت دخالت نخواهند کرد. اینا مثلا اصولی بوده که ایشون اشاره کرده. بس انقلاب دنباله اون خط و ربط حرکت عمومی تاریخ ایران است که تا یه دوره استقلال مبناش بوده، مثلا جنبش تنباکو، از یک زمانی آزادی غلبه کرده انقلاب به مشروطه، از جنبش ملی شدن نفت، انقلاب آزادی با هم، این راهبر به سر دو اصل پایه جنبش های مردم ایران بوده. حالا آقای خمینی به لحاظ موقعیتی که پیدا کرد به عنوان مرجع تقلید و اینکه با تنها روحانی بلند پایه بود که در برابر رژیم شاه استوار ایستاد و معامله و سازش و این حرفا هم نکرد، این یک سخنگویی پیدا کرد در اون انقلاب، خصوص که خلأ سیاسی هم بود. این سبب شد که این سخنگوی اون انقلاب شد. میتونستم نباشه، انقلاب رو ایشون ایجاد نکرد، ایشون حتی حاضر نبود اعلامیه بده. نخستین اعلامیه ایشون در 40 تبریز. وقتی من به او از اینجا به او میگفتم آقا عمل بکنید، میگفت من ممکنه سنگ روی یخ بشم.
اگر بگم و مردم بعد جنبش بخوابه، این منم که جای میشود. بعد در اون چهلوم جنبش تبریز مطمئن شد که نه، این جنبشی است که ادامه دارد. برای حتی ایشون یادآورم میشوم که در 1342 در تلگرافی که به شاه کرده به اصطلاح دعا کرده که خداوند ایران را از انقلاب حفظ کند. برای این یکی از شگفتی های انقلاب ایران است که کسی در اون مقام قرار گرفت که از انقلاب بی اطلاع. بله، بنابراین با توجه به نکاتی که مطرح کردی، هم زمینه تاریخی این جنبشی که منجر به انقلاب اسلامی 57 شد، هم گرایش های گوناگونی که وجود داشت و هم زمینه های اجتماعی که وجود داشت، ولی به هر حال مجموعه این حوادث و این شرایط معین منجر به این شد، علی رغم تردیدهایی که به قول شما آیت الله خمینی داشت، ولی که عملا در رأس قرار بگیره و در به اصطلاح موقعیت رهبری این جنبش به هر حال گسترده در اون لحظه قرار بگیره و که جنبشی منجر میشه به وقوع انقلاب در بهمن 57. حال به هر حال در این زمینه صحبت هایی هست و اون این که بین آقای خمینی و موقعی که به خصوص در پاریس مستقر شد و نمایندگانی از اتوریتهای آمریکایی صحبت‌هایی بوده، مذاکره‌هایی بوده. شما تا چه میزانی این امر رو تایید می‌کنید و اگر بوده مضامین این گفتگوها چه بوده است؟ عرض کنم به شما انقلاب ایران یک اقبال دارد، یک شانس دارد، اون این که شاید بشود گفت تنها انقلابی است که این مطالعات بالینی در باره او انجام گرفته و از جمله خود من 3 جلد کتاب راجع به سیاست امریکا در ایران نوشتم که یکیش جلد اولش مربوط میشه به سوال شما، سیاست امریکا تا انقلاب 57 در ایران. در اونجا همه اون مدارک و اسناد و تمام اون سندهای سفارت امریکا رو یک به یک تجزیه تحلیل در این کتاب آوردیم که این گرایش ها از دید امریکایی ها کدام هاش مطلوب بوده، کدام هاش نامطلوب بوده، کدام هاش مثلا تحلیل می گفتن که اینا با بالاخره با امریکایی ها ممکنه راه بیان، کدام ها فکر می کردن که راه نمیان. نه، همه در آوردیم حاصل در اختیار نسل امروز است. خب حالا ایشون بله مراجعه رو طرف امریکایی کرده، واسطه مراجعه آقای دکتر یزدی بود و اونها یک پیام های می دادن، ایشون هم یک جواب های می داده توسط آقای دکتر یزدی. آخرینش که به اصطلاح یه مقداری آخرینش و اولینش، حالا اولینش دکتر یزدی نیست، اولینش قبل از اینکه یک سال قبل از انقلاب که آقای دکتر امینی توسط اسلام کاظمیه که به فرانسه فرستاده بود ایشون رو به ما پیام داده بود، اولینش اونه. حالا من آخرینش رو بگم تا بعد اگر شما خواستید اولینش رو هم بود. ایشون در اون پیام صحبت این است که آقای خمینی به طرف امریکایی میگوید شما دکتر بختیار رو بل کنید، ما برای منافع شما بهتریم. این یک به اصطلاح موضعی است که تا اون وقت ایشون نگرفته بود. ما مراقبت داشتیم دیگه، مصاحبه رو ما تهیه میکردیم، پاسخ مصاحبه رو از مراقبت داشتیم که این در خط استقلال و آزادی جواب بده و این جواب در خط استقلال ایران نیست که ما بهتر از آقای بختیار منافع شما رو حفظ میکنیم. بله، این بودارش اون گفتگوها این جمله این آقاست که مثلا از طرف امریکایی میخواد که اون جانب بختیار رو رها کنن و بگذارن که این انقلاب به نتیجه برسه
و این ما بیاییم، یعنی آقای خمینی بیاید، این بهتر می شود. حالا اسناد سفارت امریکا رو که شما مراجعه کنید، بعضی ها هم بعد در ویکی‌لیکس منتشر شد. مثلا می بینید اونجا که طرفی که با آقای خمینی بوده به طرف امریکایی میگوید که اطمینان میدهد بنی صدر در حکومت جدید محلی نخواهد داشت، حتی قدساده نخواهد داشت. صحبت یزدی میشود، طرف اون طرف میگوید که نه، یزدی خوب است. تا اینجاها پیش رفته بوده. اون دیدار خونه آقای فریدون صحابی بین سفیر امریکا آقای سلیمان، آقای مهندس بازرگان و موسوی اردبیلی هم اسنادش موجوده، هم آقای سلیمان در کتاب خود میگوید، هم در اسناد سفارت امریکا موجوده، هم آقای مهندس بازرگان در کتاب خود میگوید که در اونجا توافق میشود در یک رژیم باسوادی که بر اساس همکاری ارتش باشه و روحانیت. این ترتیب به اصطلاح طرف امریکایی خصوصا آقای سلیمان به این که به این نتیجه رسیده بود که نه، چرخ انقلاب رو نمیشه متوقف کرد و باید هر چه زودتر با خمینی کنار آمد. البته آقای کارتر موافق نبوده و به ایشون هم گفته شما اون چرا که من میگم عمل کن، ولی خود ایشون در این خط بوده، همچه توافقی هم انجام داد. ببخشید، فقط آقای خمینی با چه کسی در این مذاکرات بود؟ جانب یعنی طرفدار خودش و در کنار ایشون چه کسی بودن؟ این فرد برای بینندگان مهمه که اگر اسمش روشن هستش گفته بشه. گفتم که آقای دکتر یزدی بود که بله، آقای دکتر یزدی. بسیار خیلی متشکرم. فقط یه اشاره هم بفرمایید نسبت به اون دور اولی که مربوط به دکتر امینی می‌شود. بعد آقای اسلام کاظمی آمد گفت به این که قرار بر تغییرات است تغییرات اصلاحات، البته صحبت انقلاب نبود، صحبت اصلاحات و تغییرات. بله. خب گفتیم چیه اون تغییرات؟ گفت که قرار بر این است که شاه سلطنت کند و حکومت نکند و آزادی ها داده بشود و آقای خمینی به ایران بازگردد. آقای امینی، دکتر امینی میگوید من تا پای پلکان هواپیما به استقبال ایشان میروم، دست ایشان را میبوسم، اما ریش کشور رو به قیچی ایشون نمیدهم. این پیام ایشون این بود. یک پیام دیگه ای آقای بهرام بهرامیان آورد، گفت که ما رو به سفارت امریکا دعوت کردن، همون در همون زمان، همون زمانی که اسلام کاظمی پیام آورد، و اونجا ما رو دعوت کردن به سفارت امریکا و عده جوان بودیم و تحصیل کرده و اینا، گفتن که اگر شماها بخواهید فعال بشوید ما تضمین میکنیم که ساواک مزاحمت ایجاد نکنند. او میگوید که ما به اونها گفتیم که ما تو جامعه ایرانی شناخته نیستیم، اگه شما میخواهید که جوانها فعالیت کنند اونها تو خارج کشور هم بنی صدر این تیپا رو باید شما امکانات فراهم کنید که بتونن به کشور برگردن فعالیت کنند. جامعه اون وقت این رو جدی میگیره. حالا من آمدم با شما گفته بگونم. این گفته بود در خونه دکتر تقی‌زاده در حومه لندن انجام گرفت. ما اونجا جواب دادیم به اینکه ما همه این مبارزه رو میکنیم که اختیار مبارزه دست سفارت امریکا نباشه، که هر وقت لازم شد بگه آزادی، هر وقت هم لازم نشد بگه ما رو بگیرن. نه، ما سر استقلال ایستادیم. چه سالی بود جناب آقای بنی صدر؟ این هم یک سال قبل از انقلاب. یک سال قبل از انقلاب. بسیار خوب. حال با توجه به این رویدادهایی که شما مطرح کردید، به هر حال ما میرسیم به نقطه‌ای که آیت الله خمینی به پاریس میاد. مسئله یک سوالی که برای ایرانیان مهم هستش اینه که
در چه شرایطی ایشون به پاریس میاد، فرانسه این رو قبول میکنه، این آیا در استراتژی توافق کشورهای غربی هستش که این تغییر سیاسی در ایران صورت بگیره، و آیا فرانسه اجباری داشت در اینکه ایشون به پاریس بیاد و مستقر بشه؟ نه، فرانسه مطلقا موافق نبود. ایشون که به کشورهای اسلامی که راه ندادن، عراق بیرون کرد، کویت که راه نداد، و تلاش کردن سوریه، خیلی روی موافق نشون نداد. خود آقای خمینی هم راضی نبود که بره اونجا به کلی به سلام منزوی بشود. الجزایر رو آقای قوزاده گویا تلاش کرده و نتیجه نگرفته بود. تنها جایی که آقای خمینی میتوانست بیاد بدون ویزا فرانسه بود. اون زمان ویزا لازم نداشتن ایرانی ها. این که سوار شده بود هواپیما و به منم 48 ساعت هم شاید من در برلین بودم برای سخنرانی. فرزند ایشون تلفن کرد یه خونه برای ایشون در نظر بگیرید و ایشون میاد اونجا فرانسه. به این ترتیب آمد فرانسه. روزی هم که وارد شد یک کسی از وزارت خارجه آمد نزد من و گفت به این که ایشون حق ندارد هیچ مصاحبه‌ای در اینجا. منم به ایشون گفتم این آقا آمده میگوید که شما حق ندارید مصاحبه. و من به ایشون بگو که من یک بخوام یه جا بنشینم بخوابم حداقل یه دونه زیرانداز لازم دارم، یه متر و نیم، دو متر. این رو از این فرودگاه میرم به اون فرودگاه و حرفم رو میزنم. او گفتیم. حالا بعدها آقای رئیس جمهور فرانسه ژسکار دستن وزیر پونیاتوفسکی وزیر کشور خود رو به روانه ایران کرد که او حتی به شاه پیشنهاد کرده بود که اگر ما شما میخوایی ما میتونیم رو بکشیم اونجا، میتونه اخراجش کنیم و نه بکشیم. او گفته بود که نه با اخراجش موافقم نه با کشتنش، به لحاظی که این واکنشی تو ایران ایجاد میکنه که هیچی دیگه بعد قابل مهار نخواهد. آقای ژسکار دستن در خاطراتش میگوید که رفتیم گوادلوپ، هم من یعنی ژسکار دستن مخالف بودیم با رفتن شاه و هم اشمید صدر اعظم آلمان، ولی کارتر به ما گفت متاسفانه شاه رو دیگه نمیشود نگه داشت و برنامه ما بختیار است، نه شاه نه خمینی، بختیار. اگر نشود کودتا خواهیم کرد و اسامی این فرمانده های نظامی ایران هم اسم کوچکشون رو میبرد، میگفت ما اینقدر با هم نزدیکیم. و من یه نگاهی به خاطراتش میشه نگاهی به اشمید کردم و که اینم شد سیاست مداری میشه من با اسم کوچک آوردم مگر یه کشوری میشه گفت کودتا بکن یا نکنی چجور موضعیشون داره. در حال موضع ایالات متحده این بود نه شاه نه خمینی، بختیار، و اروپایی ها هیچ کدوم موافق نبودن. بسیار خوب، بنابراین ما در یک نقطه قرار داریم که بنابر گفته های شما تا یه حدود یک سلسله اتفاقاتی منجر به این میشه که عملا آقای خامنه‌ای در پاریس مستقر بشه، هرچند که مورد توافق خود دولت فرانسه در واقع نبود بنابر گفته شما. در واقع خب حال با توجه به آنچه که به حال روی داد این هستش که در ضمن گفته میشه و باز این رو از شما میخوام بپرسم که شما تایید میکنید یا نه که محافل غربی به خصوص آمریکایی‌ها به هر حال به آقای خمینی کمک کردن و از جمله کمک مالی کردن. آیا شما این رو تایید میکنید؟ اگر کمک مالی اونا کردن، برخی رسانه ها حتی صحبت از 1 میلیون کردن و من برای اینکه نمیخوام خبرهای بدون پایه منتشر بشه از شما به عنوان یکی از منابع به هر حال موثق میخوام این راجب این مطلب نظرتون رو بدونم. اولا که اون چه من گفتم نه من میگویم، گفتم بر استناد داده ها گفتم. امر واقع با
گفتم که آقای جسکار اینجور خاطراتش میگه، اون چیزی که واقع شده بود اینجور که به شما گفتم. اما اینکه وقتی موافق نبودن چه پولی میدادن؟ یه چیزای دروغای بیمزه است. آقای خمینی وقتی آمد به سر ایشون یک کیسه پول آورده بود، پول ایرانی که چقدر اشکناس دیگه، مثلا اینا سهم ما اینا که میدن به مراجع، اینا رو با خودش آورده بود اینجا فرانسه به امانت گذاشت پیش من. تمام پولی که در اختیار ایشون بود اون بود. وقتی هم که میرفت آمد تحویل گرفت، چیزی بر او اضافه نکرده بود، مگر اینکه بگیم که پولایی داده بودن که خدا پیش خداشون بوده که من خبر ندارم. ولی تردید دارم که نه، تردید ندارم که همچه پولی ندادن به آقای خمینی. واقعیت باید اونجور که روی داده گفت. ایشون آدمی که به اصطلاح از امریکایی و غیر امریکایی پول بگیره، نه این کاره نبود. و اگرم بود 40 سال این مخفی نمیمون. این همه اسناد امریکایی منتشر شد دیگه. خوده پولا، کسانی هم که پول گرفتن از امریکا همه لیستش در آمد. پولیس این آقا هم در می آمد. در نه آمد. نه که واقعی نهش که نه پولی نگرفت و پولی هم با خودش در ایران همون پولایی برد که ایشون داد. البته یه پولایی هم کسانی ایرانی آوردن به عنوان سهم امام دادن. یکی از اونها رو آقای دکتر عبدالرحمن برومند و برادرانش بودن، مقداری پول به عنوان سهم امام همین آمدن اینجا به دیدارشون و پول دادن، اون را هم گذاشتن رو اون پول. همین. بسیار خوب، خیلی متشکرم برای دقتی که در این زمینه به بینندگان میدهید. ولی قبل از اینکه به مطالب دیگه بپردازم، یک نکته دیگه باز در ارتباط با همین لحظه تاریخی و حضور آقای خمینی هست، و اون هم اینکه در پیرامون ایشون شخصیت‌هایی بودن مانند آقای یزدی، آقای قدزاده و خود شما و احتمالاً چه بسا شخصیت دیگه‌ای البته بودند. حال به نحوی در صحبتاتون در ارتباط با آقای یزدی هم با توجه به نقش ویژه‌ای که به ظاهر داشتن در ارتباط با محافل آمریکایی توضیح دادید. حال در خیلی به طور مختصر بفرمایید راجع به این سه شخصیت، یعنی آقای یزدی و قدزاده و خود شما، دقیق‌تر چجوری این نقش ها ایفا شد؟ حالا یک تحسین کاری آقای خمینی به اصطلاح انجام داده بود. اون چه مربوط میشد به جهات نظری، مثلا پاسخ خبرنگارا، این بیشتر به من راجع میشد. حتی وقتی که یک کمیسیون بود که جواب روزنامه‌نگارا رو تهیه میکرد و میداد به آقای خمینی، آقای خمینی اونا رو به صلاح حفظ میگرد، روزنامه‌نگار میرفت سوالایی که قبلا معین بود میپرسید، اونم اون جوابا رو میداد. هر بار میپرسید که بنی صدر بوده موافقت با این جوابها کرده آخر. این در واقع سهم من بود. سهم آقای قدزاده ترتیبات اداری و عرض کنم که در فرانسه و اینا غالبا ایشون انجام میداد، دیدا و بازدیدا و چیزهایی. مثلا یک چیز جالبی، خیلی جالبی ممکنه برای شنونده شما جالب باشه، این که یک روزی لافونتن بود، سردبیر روزنامه لوموند بود. بله بله. ایشون آمد به دیدار آقای خمینی. آقای خمینی نشسته بالا و ایشون هم روبروش و من طرف راست و آقای بازدادم همون طرف من نشسته بود و آقای دکتر یزدی هم اون طرف، به سر آقای خمینی هم همونطور طرف آقای دکتر یزدی. ایشون سوال میکرد و آقای خمینی به من نگاه میکرد و من یه چیزی میگفتم، بعد او یک جوابی میداد و برقی یزدی قدزاده ترجمه میکرد و این به این آقای لفانتن میگفت. او تمام شد رفت. به آقای اریک رولو، به آقای یا نه یا یکی دیگه، نه یکی دیگه، نه اریک رولو جان گلاس، نه 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 یکی دیگه بود که یک کتاب هم نوشته راجع به انقلابی را.
او به قدرزاده تلفن میکنه که ایشون میخواد یک سرمقاله بنویسه تحت عنوان طبل میان تهی. برای اینکه میگه من رفتم با ایشون صحبت کردم، ایشون خودش چیزی در سر ندارد، هرچه هست این مثلا این نشده که راست چپیشون میشینن اینا، فکر مال ایناست. آقای قضاده بلند میشه و میرود به روزنامه لومون و با چیز زحمت زیاد او رو منصرف میکنه از اینکه همچه سرمقاله بنویسه که انقلاب ایران اینجور و اونجور و باستابش اینجور و خلاصه او رو منصرف. این نقشه هایی که ایشون داشت از این رو بود. عرض کنم آقای دکتر یزدی هم سازماندهی میکرد این رفت آمدها رو نزده ایشون، اشخاص که میرفتن روزنامه نگارها که این بعد اونجا نوار ضبط میشد و بعد اینا تکلیفش رو همه دست ایشون بود. رابطه ایشون هم با داخل کشور ایشون بودن، یعنی با آقای دکتر مهندس بازرگان و اینا ایشون بودن. اینجور به این ترتیب به اصطلاح تقسیم کاری انجام میخورد و رابطه با امریکایی هم که بود. ولی به هر حال شما سه شخصیت، یعنی شاید بدون حضور شما آقای خمینی به هیچ وجه نمیتونست نقش خودشو ایفا بکنه. به هر حال شما یک مدیریتی در زمینه کمیونیکاسیون و به اصطلاح رابطه با روزنامه ها داشتید و پیامی که شما تنظیم میکردید عملا پیام آقای خمینی میشد و آقای قدساده هم که سازمانده مناسبات و جنبه های اداری بود و نفر آخر هم که در واقع نوعی خط استراتژیک ارتباط با محافل آمریکایی رو به این ترتیب تأمین میکرد. بنابراین سه شخصیت که نقش قاطعی در این لحظه تاریخی به در پیرامون آقای خمینی ایفا کردن. درسته؟ من میدونه که غالب انقلاب ها همین جوریه. بله. چونکه یه نفر که تنها نمیتونه که همه چیز رو تصفیه. بسیار. خب جناب آقای بنی صدر عزیز، میدونیم که به هر حال آقای خمینی با ریاست جمهوری شما به هر حال موافقت کرد، به این ترتیب که به هر حال حکم آقای خمینی بود و رأی مردم برای شما در صندوق‌های رأی، و پس از این که به هر حال انتخابات صورت گیره و شما رئیس جمهور شدید، به ریاست شورای انقلاب و سمت فرماندهی کل قوا رسیدید. ولی به هر حال ما میبینیم که نظر آقای خمینی نسبت به شما تغییر کرد. حال چه شخصیت هایی بودن که در پیش آقای خمینی به نحوی علیه شما خط رو به جلو می بردن؟ کدوم یکی از این آیت الله های بزرگ بودن که با شما سر مخالفت داشتن و بنابراین در اون لحظه‌ای که مخالفت ها بالا می آمد علیه شما، شما در واقع برای مقاومت و برای حفظ اون به هر حال مسئولیت و مقامی که داشتید روی چه چیزی اتکا می کردید؟ مسئله ارتش بود، جنایی از روحانیت بود، احتمالاً رابطه با مجاهدین بود، احزاب سیاسی دیگه بود؟ به چه ترتیبی ما میتونیم این تغییر قدرت و بیرون رفتن قدرت از دست شما رو توضیح بدیم؟ خب اولاً که آقای خمینی با من موافق نبود. روز اول که من با ایشون صحبت کردم گفت شما به سه دلیل نمیشه رئیس جمهور بشید. یکی اینکه مخالف مالکیت خصوصی هستی، دو اینکه مخالف ولایت فقیه هستی، سه اینکه با اینکه روحانیون در دولت باشن مخالفی. خب واقعی امرم این بود که راست میگفت، من با همه این ستا مخالف بودم. ولی اون زمان که ایشون این صحبت ها بین من و اون شد و قرارم شد ایشون هیچ موضعی نگیرد و از کسی صلاحیت ها تشخیصش با اون بود، دوره اول تشخیص صلاحیت هم ندهد، بگذارد خود مردم این کار را انجام بدهند، ایشون در یک وضعیت خاص بود، هم از لحاظ
جسمی، بعدش هم رفت بیمارستان، و هم از لحاظ سیاسی که خب گروگان ها این هر چور که همینجور که پیش میرفت ایشون میدید که تو یه دامی افتاده، باید تلین یه جور از اینجا بیا بیرون. همچنین دام ساده ای نبود. آخر هم بالاخره اون دام کشوندش تا جایی که کشوند دیگه شد اونی که نباید بشود. حالا اونها رو بعد توضیح خواهیم. پس ایشون به اصطلاح مانع ندید که من خود رو معرفی کنم، با اینکه به سه دلیل گفت شما نمیشه رئیس جمهور بشی. یک دلیل عمدش هم این بود که میدونست که یک اکثریت بزرگی موافق دارم در جامعه ایران. خب حالا که ریاست جمهوری با 76% مردم رأی دادند، 124 نامزد هم بود، ایشون چه کنه؟ ایشون اول کار خلاف قانون اساسی که کرد این تفویض اختیارات خود بود در فرماندهی کل قوا. حالا اول کار من گفتم خب این میخواد ابراز محبت بکنه و اعتماد بکنه، بگو نه همچنان نبوده، من خوشباور بودم چون قانون اساسی گفته بود ایشون اختیاراتش در ارتش و نیروهای مسلح نصب چند تا مقام، بقیه تصدی با رئیس جمهور بود. ایشون با اون به اصطلاح نصب عملا خودتو کرد همه کاره نیروهای مسلح. خب حالا بعد میاد و این که چگونه شد که اونجور شد. خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی جواب روشنی به شما میده. میگه ما رفتیم پیش آقای خمینی و گفتیم این که نشد. این بنی صدر دیگه این اون چیزی که بنا بود به انجام بشه با وجود بنی صدر نمیشود. او به ما گفت شما بدید مجلس رو در اختیار بدید. از اجازه تقلب در انتخابات مجلس رو آقای خمینی به اونها داد. اونا هم مجلس اول رو با 70% انتخاباتش تقلبی بود انجام دادن، در دست گرفت. اینا در کارنامه که مال اون دوره است و اون چه که واقع شده تا امروز گفتم مطالعه بالینی، یکی از دقیق‌ترین مطالعات تاریخی بالینی یک انقلابه. هر چه الان در ایران هست اون در اون کارنامه گفته شد. یکی از نکاتش حالا تازگی سایت کلمه گفتگوهای شورای انقلاب را هم انتشار داده. شما اونجا مراجعه کنید ببینید که من موضع انتقادی دارم نسبت به آقای خمینی. میگم اینشون روی آرای خودش نمیسته. حتی اونجا گفتم به خود ایشون گفتم مردم شما رو با هیتلر مقایسه میکنه. و دو خط اونجا روشن میشه. یک خط که میگه باید انقلاب یعنی تحول از پایین، این جامعه هست که باید تحول بکنه. یک خط میگه نه خیر، انقلاب یعنی تحول از بالا، اون بالاست که مردم خواستن عوض بشه. این دو تا خط رو شما هم در اون کارنامه میبینی، هم در اون صورت جلسات شورای انقلاب که به نظرم نمیرسه که بدون سانسور هم اون مقدار که منتشر شده با این حال گویایی داره. شد؟ خب حالا اونا چی کار میکردن؟ اونا آقای خمینی رو در هر خیانتی، در هر جنایتی شرکت میدادن، دستش رو به اصطلاح بند میکردن. مثلا با امریکایی‌ها با این ریگان و بوش سر گروگان‌ها معامله کردن، دست این آقا رو بند کردن، زندانی‌ها رو افراد گرفتن، انتخابات مجلس رو تقلب کردن، دستش رو بند کردن، نخست وزیر تحمیل کردن، از طریق ایشون تحمیل کردن، اعدام‌ها ایشون رو گذاشتن. در نتیجه این همه اینا رو دستش تو بود، نمیتونسته که بعد به اینا بگه نه. خب حالا این طرف
روی استقلال ایستاده بود، روی آزادی ایستاده بود، روی حقوق انسان ایستاده بود، حقوق شهروندی مطالبه میکرد برای مردم ایران، تحول از پایین رو طرح میکرد. روزمره تو کارنامه اینا هست، محرومان جامعه اکثریت بزرگ هستن که میباید اینا موانع رشدشون برداشته بشه، خودشون باید تصدی کنن، خودشون باید در اداره امور کشور شرکت داشته باشن. این دوتا خط دیگه. خب حالا آقای خمینی انتخاب بخواد بکنه چیکار بکنه؟ بخواد این طرف بیاد، خب اون با اونا اون کارا رو کرده، چیکار کنه اونا رو؟ اونا بیان میگه آقا همین کارا رو با دستور شما کردیم، راست هم بوده، حالا موافقت چه گرفتن و این کارا رو انجام داد و این کارا رو ادامه دادن. چنان که میدونید در قضیه ایرانگیت که دیگه رو شد و همشون که خود آقا رو دست بند کردن دیگه، یا اون چند جمله کذایی که تا تاریخ هست میماند که بکشید، و این کسی که همچه دستوری میده و چجوری میتونه از اون جدا بشه؟ اینجوریه که و این امر در قالب انقلاب ها رخ داده. متاسفانه اون رهبری رو اینها دستش رو وقتی بند کردن در یک کارهایی، اون وقت اون گرایش قدرت طلب میشه حاکم، اون طرف مقابل رو حذف میکنه، بعدم میگه انقلاب فرزندان خود را میبرن. بدبخت انقلاب چیکار داره فرزندان خود را بخورن؟ توی ضد انقلاب که داری قدرت رو بازسازی میکنی، استبداد رو بازسازی میکنی، تو داری میکشی فرزندان انقلاب. بله اینجوری بود، یعنی خیلی روشن و واضح اگر کسی شما اون کارنامه ها رو بهش مراجعه کنی این رو میبینید. با اینکه اون ما ملاحظه میکردیم میخواستیم آقای خمینی این وردگه داریم، با این حال اون میگوید که چگونه اون طرف ایشون رو کشونده با خودش برده و کرده وسیله کودتا که در خرداد 60 انجام داد و بعدم همینجور ادامه داد تا این استقرار، این استبداد ایران گیتی ها. چون اینا که الان حکومت میکنن همون های هم که توی معامله افتضاح ایران گیت طرف امریکایی ها بودن. بنابراین فقط یک نکته به ذهنم خطور میکنه جناب آقای بنی‌صدر. آقای خمینی بنابراین در اون گرداب و در اون به اصطلاح چرخشی که اطرافیاش یعنی جناح رفسنجانی ها براش ساخته بودن، به مرور عملاً روی سیاست اونها سوار میشه، یعنی با سیاست اونها توافق میکنه. آیا منظور شما این هستش که تا یه حدودی ساده لوحی از جانب آقای خمینی وجود داره که به اون سو کشیده میشه و بنابراین از شما بیشتر از پیش دور میشه، یا نه نقطه دیگه هست؟ ساده لوحی نیست، تمایل شدید به قدرت. دو چیزه، ساده لوحی نه، ایشون ساده لوح نبود، تمایل شدید داد به قدرت و این طبیعتا اون طرف با این سازگار بود دیگه. این طرف ما که طرف قدرت نبودیم، میگفتیم اصلا ما مخالف بودیم. و همون شورای یادداشت های شورای انقلاب صورت جلسات همونجا بنی‌صدر میگوید که با تمرکز قدرت مخالف بود. اونا میگفتن نه خیر ایشون بشه چیز. یعنی حالا اینجا روشن‌تر بخوایم بکنیم، میرسیم به طرح محرمانه. آقای دکتر یزدی در جلد سوم خاطرات خودش 60 سال صبوری و شکوری در این عنوان چاپ شده، از یه طرح محرمانه حرف میزنه. طرح محرمانه چیه؟ طرحی است که مثل رژیم‌های مثل کوبا، استالین، اینجورا یک رهبر با اختیارات مطلق، یک سازمان سیاسی برای کنترل جامعه، کنترل سیاسی اجتماعی جامعه، ستون پایه های قدرت به قول آقای بهشتی بازوهای انقلاب، سپاه پاسدار و دادگاه انقلاب اینا، و یک شورای انقلاب تابع دستورات رهبر. این طرح محرمان است. ایشون میگوید از این طرح، از این طرح آقای خمینی اطلاع داشته است، پسر ایشون آقای احمد خمینی، آقای مهندس بازرگان و آقای مطهر. ولی من چون اخیراً این انتشار یافته
قسمت اول صورت جلسات شورای انقلاب و خوندم، دیدم نه بازرگان موازه داره که به اون تر نمیخونه، که اگرم اطلاع داشته موافق نبوده، ولی حتی متحری موازهش به اون نمیخونه، ولی آقای بهشتی میخونه. برای میشه او از اون تر اطلاع داشته، میگفته خود ما تصفی میکنه، چون بحث بوده که بین او و آقای بهشتی که نهضت آزادی این کار تصدی کنه، اونا هم گفتن نه خیر، ما حزب ایجاد میکنیم، حزب خود ما این کار میکنه. شد؟ خب حالا این طرح محرمانه آقای خمینی رو موافقت داشته، ما اطلاع نداریم، ما طرح ما اون اصول بیستگانه بوده، بر مبناش هم شورا پیشنهاد کردیم، همینجا در نفروشاتو ها شهر به شهر شورا نماینده معین کنند و اونا بشه شورای بیان در تهران شورای کشوری تشکیل بدن، اون بشه شورای انقلاب. حتی وقتی رفتیم ایران در اون جلسه شورای انقلاب، من گفتم آقا این قراره، این شورایی که شما الان دارید قرار بود که آقای خمینی پذیرفت که انتخابی باشه، جاشه بده به شورای انقلاب انتخابی. یه طرحه طرح تحول از پایینه، اون طرح محرمانه تحول از بالاست. شد؟ حالا آقای خمینی او رو قبول کرده، یعنی قدرت قبول کرده. خب اونا با قدرت سازگار بودن، ما با سازگار نبودیم، نتیجه طبیعی است که جانب او رو میگیره، خصوص که دستش هم بند کرده. بله، بنابراین در درون این مسیر انقلاب، در ضمن سوء تفاهم‌ها و در ضمن توطئه‌های گوناگون پنهانی در ارتباط با منافع گوناگون که بخشی از بازیگران عملاً از اقدام‌هایی که دیگران دارن می‌کنن عملاً با خبر نیستن و به نحوی در واقع از دور این چرخش دور میشن. ولی از اونجایی که پیوسته شما تاکید کردید که روی جنبش اجتماعی، جنبش از پایین و یک ویژگی که در ارتباط با انقلاب اسلامی گفته شده انقلاب مستضعفی، هرچند که واژه مستضعف در این برخوردهای اخیر آقای خامنه‌ای روشن‌تر شد و ما فهمیدیم که منظورش خود اونها هستند، یعنی روحانیان مستقر بر حکومت، ولی به هر حال با همون مفهوم اولیش در اون لحظه انقلاب مستضعف کیه؟ یعنی آیا بازاری‌ها هستند، طبقه متوسط سنتی، لایه‌های حاشیه‌ای جامعه از جمله لات‌ها و غیرزاری هستند، کلاه محوری هستند، جوانان، زنان، لایه های متعصب مذهبی، قشرهای تحصیل، چه کسی پایه این انقلاب اسلامی رو واقعا تشکیل میده، به شکل عمیق سرمایه گذاری میکنه؟ ببینید آقای خامنه‌ای از اتفاق تو همین صورت جلسات شورای انقلاب خواندم، دیدم در اونجا هم این حرف زده، یعنی ایشون از اول راست فکر میکرده. بله اونجا زده، با آقای بهشتی گفته خیر، مستضعف اینا این مردمی هستن که از همه چی محروم هن. یعنی اونجا خط بهشتی با اون موافق نبوده. بله اون همین بحثا تو اون شورای انقلاب هم شده. مستضعف کیه؟ مستضعف در رابطه مسلط زیر سلطنت سگه، در روابط قوا اونی که مسلط مستکبر میشه، اونی که زیر سلطنت میشه مستضعف. حالا اینا در مرام‌های مختلف اصطلاحات مختلفی پیدا کرده، ولی ماهیتاً یه چیزه، اونی که استثمار می‌شود، این بار سنگین دینامیک‌های سلطه‌گذاری نظام سلطه رو تحمل می‌کنه، اون مستضعف. قاعدتاً اون مستضعف‌ترینش قاعده هرم اجتماعی رو تشکیل می‌ده، دهقانان هم، کارگران هم، بخشی از پیشوران هم که در اصطلاح مارکس و مارکسیست ها خرد بورژوازی خوانده می شود، غیر کارگر رو البته از دید اونها همه خرد بورژوازی خوانده می شود، کادرهای پایین اداری هم، زنان هم، مثلا در اون هم در شورای انقلاب و هم در کارنامه، من روی این که مستضعف محروم اساسی در جامعه ایرانی زنان هستند، مرتب صحبت کردم و گفتم و
تا امروز هم بر همین نظر هستم و در همین خط هستم. اینه که در اونجا گفتم و در اون زمان با آزادی هر جامعه‌ای با آزادی زن شروع میشه. ولی آیا همین زنان در لحظه انقلاب واقعا به عنوان حاملین انقلاب اسلامی میشه اونها رو در نظر گرفت؟ واقعا یک افکاری ما اون زمان چون میخواستیم علمی کار کنیم دادم انجام دادم. جواب شما دقیق هست. به اصطلاح یک سوم اینا میشود گفت که پایه دینی داره از زنهایی که در انقلاب شرکت داره. و عرض کنم که بقیه نه در انقلاب شرکت کردن روی جهاتی که طرز فکری که داشتن، عرض کنم موقعیت هایی که داشتن، فکر میکردن که این امکانات جدید به وجود به دست میاد. بعدم که انقلاب شد اون سنجش افکار کردیم خب حالا انقلاب برای شما چی آورده؟ جواب این است که یه عده خیلی کمی میگن مقدار آزادی های ما بیشتر شده، چون که در 12% شده، و یک تعداد حدود 50% میگن که هیچ تفاوتی نکرده. بقیه هم عده هم هستن که میگن بدتر هم شده. این که از دید ما اون زنان محروم ترین ها بودن. اگر اصلا از تحول از پایین بخواه بشه و اصلا همون جا بشه دیگه، این در سلسله مراتب مسلط زیر سلطه زنان به قول آقای ارسطو قرار میگیرن در پایین ترین، برای اینکه در ردیف دون انسان ها به شمار می روند. در اصطلاح مذهبی میشه ضعیفه. بله. بنابراین در یک کلام به خاطری که این بخش از برنامه ما به پایان میرسه، اگر به شکل خیلی خراسه و واقعا با واژه ها بخوایم پایه های اجتماعی انقلاب ایران رو، انقلاب اسلامی ایران رو توضیح بدیم، چه کسانی رو شما با واژه یک کلمه بهش اشاره میکنید؟ اینا کدام هستن، کدام ها هستن که پایه های این انقلاب رو تشکیل میدن در اون لحظه؟ عرض کنم به شما که دو جلد کتاب در جواب این سوال شما نوشته آقای پول ویه مورفولوژی دلار و بشین ایرانیان، دو جلد. بله. و رفته و با سلاح قشای مختلف و مصاحبه و کار روی زمین انجام دادن و به اتفاق جامعه شناس ایرانی دوتایی با هم. خب این دوباره میگم از دید من زنان و این که قشر وسیعی از زنان در انقلاب شرکت کردن دلیلش این محرومیت شدیدشونه، کارگران و قشای دهقانان لازه این که اون ساعت ارزی هم وضعیتشون رو بدتر کرد و روانه شهرها شدن و دور شهرها اون کمربندهای فقر به وجود آمد و عرض کنم شما، و این نسل جوان دانشجو و دانشگاه دیده ایرانی به لحاظ این که در اون ساختار نه امکان عمل پیدا میکرد نه استاتو به اصطلاح حقوق و منزلت های حقوق تثبیت شده و تضمین شده به لحاظ این استبداد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی حاکم. اینا بانیان انقلاب بودن، گرایش های سیاسی هم بودن که منعکس کننده این جور آدم ها بودن، البته بازاری ها هم بودن. بنابراین نگاه شما این استش که تمامی قشرهای گوناگون اجتماعی در این حرکت مربوط به تغییر قدرت سیاسی عملا شرکت میکنن، ولی کم پیوسته یک بحثی باقی میمونه پیوسته از نظر جامعه شناسی، آیا کسانی که باور دارن و یا شیفتگی دارن، آیا پس فردا پس از اینکه قدرت مستقر شد اینها آیا به منافعشون وفاداری نشون داده میشه، یا اینها کسانی خواهند بود که از انقلاب بر میگردن زیرا منافع خودشون رو در آنچه که تحقق پذیرفته به عنوان قدرت سیاسی
پیدا نمی کنن. ولی به هر حال این بر می گرده به روندهای بعدی جامعه ما که در فرصت دیگه بنابراین به شما برمی گردیم جناب آقای بنی‌صدر عزیز و مجدداً صحبت خود رو پی می گیریم. دوستان گرامی، به این ترتیب در بخش اولی که با جناب آقای بنی‌صدر داشتیم به یک سلسله از مطالب مهم پرداخت شد و بنابراین امیدوارم که در بخش دوم، بخش سوال‌های مطرح نشده و پاسخ‌های گفته نشده رو شما باز بتونید تعقیب بکنید. بنابراین پیشنهاد من این هستش که برای این بخش از برنامه ما به دو بخش حتما باید توجه کنید، بخش اول و بخش دوم در مصاحبه با آقای ابوالحسن بنی‌صدر. پیوسته خوب و سلامت باشید. موفق باشید.